مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام علیکم آقای مطهری. چرا طالبان علی‌رغم تعهدات خود حقوق دیگر اقوام و مذاهب را در افغانستان نادیده میگیره؟ بفرمایید. خدمت شما عرض شد که طالبان یک روی توریستی در خاک افغانستان است و همچنان حکومت فعلی طالبان در افغانستان یک حکومت تک قومی در افغانستان. طالب چی در گذشته و چی در اکنون هیچگاه دیگه اقوام افغانستان جز افغانستان حساب نمی کنه، مخصوصا مردم هزاره و شیعه افغانستان. و اکنون شعار جهان، شعار سازمان ملل، شعار کشورهای همسایه افغانستان و همچنان فشارهای اینا بر طالبان است که طالبان حکومت فراگیر ایجاد بکنه، حکومت هماشمول ایجاد بکنه، در مکاتب دانشگاه را باز بکنه. اما نظر ما بر این است که طالبان هیچگاه دیگه اقوام افغانستان جز مردم افغانستان حساب نمی کنه. این دو افکار طالبان است و برنامه اخیر طالبا و یا قوانین اخیر طالبا بر مردم هزاره و جدا از مردم هزاره گذشته بر مردم فارس زبان و یا دری زبان افغانستان بسیار نگران کننده و بسیار سخت است. من به کلی گفتم میتونم که طالبا و شرایط فعلی در افغانستان بجز خودشان دیگه هیچ یک از اقوام افغانستان قبول نداره و به اونها هیچ اهمیتی نمیده. شیعیان در قبال محدودیت های ایجاد شده چه عکس العملی خواهند داشت؟ اگر اوضاع چنین ادامه پیدا بکنه، اگر فشارهای طالبان روز به روز بر مردم هزاره و شیعه افزوده شود، مردم هزاره و شیعه افغانستان ناچار به این خواهد شد که یا مبارزه مسلحانه علیه طالبان بکنه و یا همچنان تظاهراتهای گسترده را در برابر طالبان راه اندازی بکنه. 30% از نفوس مردم افغانستان هزاره ها و شیعه افغانستان تشکیل میده و ما به مردم افغانستان ای امید میتونم اگر مردم هزاره و شیعه افغانستان در قبال سرنوشتشان در شاید کنونی حساس نباشد، اگر از آیندهشان محافظت نکنه، اگر در قبال آیندهشان مسئولیت پذیر نباشد، طبعا ما شاید حذف هزارها توسط طالبان در افغانستان هستیم. اگر مردم هزاره و شیعه افغانستان اعتراضات در برابر طالبان راه اندازی بکنه، 30% از نفوس افغانستان بسیار نفوس بزرگ است که نه اعتراضات در شهرها آغاز بکنه و طالبان مجبور به این خواهد شد که به خواست مردم هزاره و شیعه افغانستان تن بدهد. بله آقای مطهری، خیلی کوتاه بفرمایید راهکار اساسی برای تمکین نمودن طالبان نسبت به حقوق سایر اقوام و مذاهب به ویژه شیعیان چیه؟ تنها راه حل این است که جهان، مخصوصا سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، کشورهای همسایه افغانستان بر طالبان فشار بیاره که تا حقوق دیگه اقوام افغانستان حفظ بکنه و جدا از اون بر حقوق مردم هزاره و شیعه افغانستان پایبند باشه و حق حقوق مردم هزاره افغانستان رو برشان بدهد. دیروز بر روز ما شاهد بودیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان چنین متن رو نشر کردن و یا چنین سخنرانی رو انجام دادن، در صورتی که 50% از متعلمین و محصلین دانشگاه افغانستان هزاره ها و شیعه تشکیل میدهد. شرایط کنونی واقعا بسیار سخت است برای مردم هزاره و شیعه افغانستان که فقه جعفری از دانشگاه ها و از مکاتب جمع‌آوری شود و 50% از دانش آموزا و دانشجوهایی که در دانشگاه افغانستان درس میخوان از فقه جعفری محروم باشه. حتی ما متاسفانه چند روز پیش ما خبرهایی را از رسانه‌های داخلی افغانستان شنیدیم که چنین خبرها برای ما تاسف بار است. در ولایت میدانوردک در یک ولسوالی، در قریه ای که 800 خانه در او قریه زندگی میکنه، از 800 خانه در ولایت میدانوردک یک نفر باسواد است، یک نفر توانایی خواندن و نوشتن در یکی از ولسوالی های مناطق پشتون نشین و یا اهل سنت نشین افغانستان وجود داره. واقعا تاسف بار است. به جای که طالبان قیودات بر مردم هزاره و شیعه افزوده میکنه، به جای اون تلاش بکنه که مردمشان، قومشان و پیروی مذهب اهل سنت در افغانستان آگاهی بده، اونا رو به مکتب و دانشگاه تشویق و ترویج بکنه.